نکته خیلی مهم در مورد کود گاوی. متاسفانه ما الان کود گاوی رو داریم به صورت ماشینی خریداری میکنیم و خیلی از کود فروش هایی که کود دامی میفروشن اونو به صورت دپویی و فراوری شده برای بیشتر شدن حجمش میفروشن، نه فراوری شده پوسیده شده. فراوری شده ای که بیان حجم دپوشون رو دو برابر کنن، یه سری ماسه بادی خاطش بزنن، چه میدونم پوشال داخلش بزنن. این کودی که الان اینجا هست از نظر یک کارشناس، از نظر من یک کود خوبی نیست. چرا؟ چون هم این کود دپو شده است، هم این کود اصل کودش اینا بود. خب اصل کودش اینا بود، تیکه تیکه تخته تخته بوده، اومدن اینو چند بار به همش زدن حجم بگیره، چون دارن این کودو به صورت ماشینی میفروشن، نه به صورت تونی، به صورت وزنی بفروشن. و این کود از نظر نیروهای باغبانی ما کود خیلی با کیفیتیه، ولی از نظر تأمین مواد و موادی که حالا ما پول بابتش دادیم بخوایم بگیم خوب باشه نیست. چرا میگم از طریق نیروهای کارگری ما باغبانی ما خوبه؟ چون راحت ناکنی راحت میره تو فرغون و این نتیجه خوب بهشون نمیده. اینقدر به این کود آب زدن و آمادش کردن و پختنش که نتیجه این کود واقعا تو باغ قابل مشاهده نیست. پس اگر میخواید کود دامی بگیرید، کود حیوانی بگیرید، سعی کنید کود با کیفیت بگیرید، خودتون فراوری کنید. این کودو الان به اسم یک کود فراوری فروختن، اما این کود فراوری نیست. این فقط یک کودیه که آب زدن بهش و اینو حجمشو بیشتر کردن و بار ماشین کردن و ارسال کردن واسه کشاورز. این نکات خیلی کوچیک کوچیک بهتون کمک میکنه. حتما به من بگید که شما چجوری کود تهیه میکنید. مخلص شما ارادت.